اتفاقات مرموز زیادی میفتن که هنوز پاسخی برای علت اونها یافت نشده. در این ویدیو به چند مورد از اتفاقات مربوط به زمان خواهیم پرداخت که شاید بشه گفت نوعی سفر در زمان بودند یا سایه‌ای از جهان موازی. ویدیو رو با جدیدترین مورد آغاز می‌کنیم. آقای مایکل کروپیش، جوان هنرمند 24 ساله‌ای که در استوکپورت در انگلیس زندگی می‌کنه. اون همیشه احساس می‌کنه که به اینجا تعلق نداره. به قرن 19 علاقه بسیار زیادی داره. تکنولوژی مدرن امروزی رو قبول نداره و سعی می‌کنه زیاد از اونها استفاده نکنه. به پوشیدن لباس‌های دوران ویکتوریا علاقه داره. برای رفتن به جایی فقط از دوچرخه استفاده می‌کنه. برای نوشتن از قلم و مرکب استفاده می‌کنه. خونه اون پر از اشیاء عتیقه است و حتی دکوراسیون خونش مثل خونه‌های قرن 19. اون از علاقه شدید خودش به قرن 19 به این شک افتاد که ممکنه در قرن 19 زندگی کرده باشه، تا اینکه در بهار امسال علامتی برای تایید این شبهه پیدا شد. یکی از دوستاش عکسی رو برای اون فرستاد که از اینترنت پیدا کرده بود، عکسی که به ظاهر عکس خود مایکله، اما این عکس در سال 1905 گرفته شده. اول مایکل هم نسبت به اون شک داشت و فکر میکرد که شاید فتوشاپ باشه، اما عکس واقعیت داشت. در مورد شخصی که در عکس قدیمی دیده میشه هیچ گونه اطلاعی وجود نداره. فقط با توجه به نوع لباسی که پوشیده میشه حدس زد که شاید آمریکایی یا انگلیسی بوده. اطرافیان و دوستان مایکل با دیدن عکس قدیمی نظرشون این بود که مایکل احتمالاً مسافر زمانه. مایکل پاسخی در این مورد نداره، اما این عکس قدیمی تا حدودی دلیل علاقه شدید اون به قرن 19 رو کمی روشن کرده. شاید هم واقعاً مسافر زمانه. صومعه نیکادروفسکی، مکانی مرموز که در محل صومعه تخریب شده در منطقه پرخوفسکی در پسکوف روسیه واقع شده. ساکنان محلی میگن که گاهی اوقات چهره‌های شبح مانند کشیش‌های قدیمی رو در خرابه‌ها می‌بینن. در یک مورد دو کشیش دیده شد که با هم صحبت می‌کردند و بسیار واقعی به نظر می‌رسیدند. شخصی سعی کرد تصویر اونها رو ضبط کنه، اما وقتی فیلم رو دیدند از اون دو خبری نبود و فقط دو نقطه نورانی دیده می‌شد. در موردی دیگر در سال 2000 شخصی با موتورسیکلت وارد خرابه‌های صومعه شد. یه راهبه رو دید دور موتور گشتی زده و بعد ناگهان ناپدید شده. موتور هم خاموش شده و شخص مجبور شده موتور رو 20 کیلومتر با هل دادن راه ببره. رابرت ویکتور گودارد ادعا می‌کنه زمانی که با هواپیما پرواز می‌کرده سفر در زمان و رویارویی با جهان موازی رو تجربه کرده. در طول جنگ جهانی دوم، رابرت ویکتور گودارد به عنوان فرمانده ارشد نیروی هوایی بریتانیا خدمت می‌کرد. رابرت در سال 1935 با یه هواپیمای هاوکر هارت از اندوور به طرف ادینبورگ پرواز کرد. یه پرواز عادی بود و حتی به این فکر افتاد که بتونه بین راه در فرودگاه نظامی قدیمی به نام درم فرود بیاد. اما وضعیت فرودگاه مناسب نبود. حتی گاوها در اونجا مشغول چرا بودن. به ناچار پرواز به طرف ادینبورگ رو ادامه داد. رابرت روز بعد پس از پایان مأموریت در ادینبورگ برای بازگشت به مقصد اندوور پرواز کرد. در بین راه طوفان سنگینی در گرفت، طوری که کنترل هواپیما بسیار سخت شد. وقتی از طوفان عبور کرد، هوا کاملا آفتابی شد. فرودگاهی رو دید که در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت. عوامل فرودگاه رو دید که مشغول کار بودند. رنگ آبی لباس اونها توجهش رو به خودش جلب کرد، زیرا نیروی هوایی بریتانیا یونیفرم‌های خاکی رنگ می‌پوشید. 4 هواپیمای زرد رنگ روی باند بود. رابرت فرودگاه رو شناخت. همون فرودگاهی بود که روز قبل دیده بود. فرودگاهی که از جنگ جهانی اول مونده بود و متروکه و غیر قابل استفاده بود. اما حالا متفاوت بود.
پس از دیدن این منظره از درون یه جو طوفانی دیگه عبور کرد و تونست به پایگاه هوایی خودش برگرده. وقتی اون چه دیده بود رو به همکاران خودش توضیح داد، کسی حرف اون رو جدی نگرفت و روبرت هم دیگه با کسی راجع به این داستان صحبت نکرد. روبرت 2 سال بعد مشاهده کرد که هواپیمای آموزشی به رنگ زرد به نیروی هوایی اضافه شد. بعد رنگ یونیفرم ها هم به رنگ آبی تغییر داده شد. 4 سال بعد فرودگاه دریم هم به همان شکلی که اون در اثنای پروازش دیده بود نوسازی شد. روبرت پس از بازنشستگی به تحقیق در مورد بشقاب پرنده ها و ماوراءالطبیعه و حوادث مرموز پرداخت. در کنفرانس های متعددی هم شرکت کرد. اون در سال 1975 کتابی هم نوشت که در اون از همین ماجرا و حوادث غیرعادی دیگه بحث میکنه. شبیه این موارد بسیار هستند. در سال 1988 یک خلبان به نام جیلستون ناگهان خودش رو در حال پرواز بر فراز مصر باستان دید. همچنین در یه مورد دیگه در سال 1995 یک خلبان آمریکایی به هنگامی که در حال پرواز در آسمان فلوریدا بود، فضای زیر پاش تغییر کرد و یه منطقه باستانی ظاهر شد و حتی تونست ماموت‌ها رو هم ببینه. ماجرای غرق شدن کشتی تایتانیک رو همه میدونیم، اما نویسنده‌ای آمریکایی جریان غرق شدن اون رو با تمام جزئیات در یک کتاب توضیح داده بود. مورگان رابرتسون در سال 1898 میلادی، یعنی 14 سال قبل از غرق شدن کشتی تایتانیک، کتابی تحت عنوان پوچی رو منتشر کرد. در این کتاب ماجرای ساخت و نابود شدن کشتی بزرگی به نام تیتان با جزئیات دقیق شرح داده میشه. در این کتاب کشتی تیتان یکی از دستاوردهای تکنولوژی در قرن 19 بوده. در سال 1909 وقتی کشتی تایتانیک ساخته شد، طرح و شکل ظاهری اون دقیقاً مثل کشتی تیتان بود. هر دو کشتی در یکی از شبهای ماه آوریل وقتی با سرعت در حال حرکت بودند، بر اثر برخورد با کوه یخ غرق شدند. تیتان 243 متر طول داشت و تایتانیک فقط 25 متر درازتر بود. تیتان ظرفیت حمل 45 هزار تن را داشت و تایتانیک 46328 تن بود. در هر دو کشتی مسافرانی از طبقه اشرافی آمریکا و اروپا حضور داشتند و البته در هر دو کشتی تعداد قایق‌های نجات برای نجات جان همه مسافران کفایت نمی کرد. مورگان رابرتسون گفته بود که غرق شدن یک کشتی بزرگ، برخورد اون با کوه یخ و فریاد انسانها و همه جزئیات دیگر رو به هنگامی که شدیداً بیمار بوده به صورت کابوس دیده بود. 14 سال پس از انتشار کتاب پوچی در سال 1912 کشتی تایتانیک در همان تاریخ، در همان ساعت و به همان شکلی غرق شد که در کتاب شرح داده شده. از 2224 مسافر تایتانیک فقط 710 نفر نجات پیدا کردند. اینها فقط نمونه ای از اتفاقات عجیبی هستند که هنوز علم پاسخی برای اونها نداره. آیا واقعاً جهان موازی وجود داره؟ آیا سفر در زمان واقعیت داره؟ اگه واقعا هست، مفهوم مرگ چیست؟ به زودی در ویدئوی دیگر مواردی از حوادث غیر طبیعی جدید بیان خواهد شد. بدرود.